الو. سلام سهیلا، نتونستم زودتر زنگ بزنم. لازم نبود زنگ بزنی، اینجا رو فراموش کن، دیگه هم اینجا زنگ نزن. سهیلا قطع نکن، نشد ازت تشکر کنم، به تو مدیونم، نجاتم دادی، ازت ممنونم. باشه باشه، خیلی خوب کار دارم، باید برم، خدافظ. رفته بودم ملاقات بشیر، پیشش بودم، باورم نشد اون بشیره. حالش خیلی بد بود، دیگه امیدی بهش نیست. میدونم، شهیره بهم خبر داد. کاتیا باور کن خیلی کار دارم، باید قطع کنم، اینجا خیلی شلوغه. وای، اونا نشستن سر میز، بدو عجله کن، کاری نداری؟ بیا با هم در تماس باشی. کاتیا من هیچ حرفی ندارم باهات بزنم. ولی من یه حرفایی دارم که بزنم، خیلی مهمه، به اعضای خانواده مربوط میشه. شمارمو بنویس، وقت کردی بهم زنگ بزن. ولی من زنگ نمیزنم. خیلی خوب باشه، شماره رو بده. خب 95. خواهش میکنم زنگ بزن، منتظر میشم. باشه باشه، زنگ میزنم، خدافظ. این دیسو بردار ببر. بالا رو مرتب کردم، کار دیگه ایم هست؟ نه چیزی نمونده، میتونی بری بخوابی. آقا رضا چیزی لازم ندارم. اون الان 3 ساعته که خوابه. آخه اون تا بخواد به جو اینجا عادت کنه یه چند سالی طول میکشه. شب بخیر. شب تو هم بخیر، خوابای خوب ببینی عزیزم. سلام سهیلا، بیدارت کردم؟ نه، تو کافینتم، دنبال کار میگردم. فهمیدم، باید یه کار پیدا کنم. انشالله پیدا میکنی. میدونستم زنگ میزنی. زنگ نزدم، حرفایی که میخواستی بهم بگی و بشنوم. خواستم بدونم چی کار میکنی و حالت چطوره. خیلی خوب، عصبانی نشو. بکردی دوست ندارم بدونم چرا بیرونت کردن، ولی نمیخوام چیزی بپرسم، چون میترسم خودم هم تو دردسر بیفتم. تو اون خونه اتفاقای ناگواری داره میفته. تو این چند روز خیلی مواظب خودت باش، فقط خواستم همینو بهت بگم. ساکت شو، زبونتو گاز بگیر. اصلا پشیمون شدم بهت زنگ زدم، خدافظ. صبر کن، قطع نکن تو رو خدا. پس لطف کن چرت و پرت نگو. ولی میخوام بهت بگم، اتفاقایی که میفته تقصیر من نیست، زیر سر سمر خانومه. معلومه از چی میگی کاتیا؟ آخه مگه سمر خانوم چیکار کرده؟ هلمی اونال از همه چی خبر داره سهیلا، باور کن دروغ نمیگم، همه ی حرفاش درست بود، دارم بهت هشدار میدم. دیروز کاتیا زنگ زده بود. خب؟ هیچی، من که قبلا بهتون گفته بودم چیزی رو با چشمام ندیدم، حرفاشو جدی نگرفتم. بهتره نگم که چی رو گفت، چون اون وقت از دستم شاکی میشی. ولی فکر میکنم بهتره براتون تعریف کنم که چی گفته. سما اینا رو ببر، زود باشا سرد نشده. بهتره گوشت رو از یخچال در بیارم.